سلام، درس 93 رو شروع میکنیم به عنوان Addition and Contrast. خب در این بخش که درس واقعا مهمی هم هست، به Addition یعنی اضافه کردن و Contrast در واقع تضاد میرسیم. حالا تو توضیحات بهتر متوجه میشیم. بخش اول As well و یا As well as What's more in addition و یا In addition to and besides. We often link ideas using and. For example, the food's nice and very good value. میگه که معمولا دو تا ایده رو یا در واقع دو تا جمله رو میتونیم بگیم با یک حرفی مثلا مثل and با یک کلمه ای به هم وصل کنیم. مثلا غذا خوبه و قیمتش هم خوبه. The food's nice and very good value. There are other words and phrases we also use to add more information. میگه کلمات زیادی و عبارت های دیگه هم هستند که ما میتونیم اطلاعات رو به هم وصل کنیم. Sometimes we still include and or also. خب and و also هم که توشون هست. این درس از این جهت مهمه، به خصوص در صحبت فرمال، در صحبت و هم نوشتار آکادمیک این قضیه بسیار مهمه، اینکه شما بتونید ایدهاتون رو دقیق به هم وصل کنید، درست لینک کنید و نتیجه گیری های درستی داشته باشید. حالا نتیجه گیری البته توی این درس نیست، ولی این مسائل بسیار مهمی است. نشون میده که شما چقدر هم به نحوه صحبت کردن و هم به مطلبی که میگید تسلط دارید. بخونیم The restaurant has excellent food. غذای رستوران فوق العاده است. It's also very good value. قیمتی هم که براش میگیره also به معنی نیز، همچنین غذایی هم که قیمتی هم که بابتش میگیره یا مبلغی که هست خوبه. You always get a good view and the seats are comfortable as well. بگه همیشه یک منظره خوب دارید و صندلی ها هم راحتن همچنین. As well به معنی همچنین به اضافه، یعنی اضافه بر اون صندلی ها هم خوبن. به جایش تو هم میتونید بگید. یه نکته فقط من در این مورد بگم چون خیلی کم تو کتاب میاد. اگر جمله منفی باشه، مثلا I don't like James، از جیمز خوشم نمیاد، بعد میگم I don't like his wife، بخوام بگم همچنین، اونجا دیگه نمیگم as well. مثلا من میام جمله رو اینجا بنویسم، مثلا میگم I don't like James and I don't like his wife. اینجا نمیگم to و نمیگم as well. هر کدوم از اینا رو من بگم درسته که معنی همچنین میده، ولی اینا اشتباه است. در جملات منفی برای همچین حالتی میگیم either و یا either. I don't like James and I don't like his wife either. یعنی از اون هم خوشم نمیاد. به این مسئله دقت کنید، بسیار مهمه. جمله بعدی as well as getting cheap tickets I also got the opportunity to buy them in advance. میگه همین طور که قیمت‌های یعنی بلیط‌های ارزون گرفتم، علاوه بر اون یا همچنین تونستم که یعنی فرصتی اینو داشتم که پیش پیش خرید کنم، جلوتر خرید کنم. In advance به معنی جلوتر کاری رو انجام دادنه. The clothes are nice. لباسا خیلی خوبن. And what's more و علاوه بر این the shop is open every day of the week. رستوران فروشگاه هفت روز هفته بازه، یعنی هر روز هفته رو باز. Every day of the week. جمله بعدی میگه که the scheme gives young people experience. میگه این طرح به جوانا فرصت میده، اجازه، یعنی در واقع بهشون این فرصت میده که تجربه کسب کنن. In addition, companies can afford to employ them. علاوه بر این کمپانی ها، شرکت ها میتونن از پس مخارجشون بر بیاد، در واقع زورشون میرسه که اینا رو استخدام کنن. مثلا یه چیز شبیه طرح کارورزی در نظر بگیرید که با یه هزینه کمتری مثلا جوان ها رو استخدام میکنن، در ازای اینکه حالا هم کار یاد میگیرن هم تجربه کسب میکنن،
حقوق کمتری هم میدن برای هر دو نفر، در یک مقطعی میتونه مناسب باشه. In addition to the new food department، میگه علاوه بر این که، علاوه بر این دپارتمان یا بخش جدیدی که برای غذا درست شده، they're also planning to open a cafe. دارن برنامه میریزن، طرح میریزن، نقشه میکشن که یک کافه هم باز کنن. و آخری میگه besides being a mom with four children she's also a successful designer. میگه غیر از اینکه یک مادر با 4 تا فرزنده، یک طراح یا دیزاینر موفق هم هست. خب این بخش رو دیدید، بیشتر در رابطه با اضافه کردن بود. ما خواستیم یک چیزی رو به حرفی که زدیم اضافه کنیم. حالا میایم بخش دوم. although despite and in spite of. We use these link words when there are two ideas in a sentence and the second one is surprising or not expected. ببینید دو تا ایده داریم. اولی و دومی با هم متفاوتن. مثلا میگیم که طرف هم دانشجوه و از اون ورش میگیم که هم 7 روز هفته رو کار میکنه. یک کمک میبینید این دوتا با هم نمیخونه. یعنی دومیه یه مقدار شوکه کننده است، سورپرایز داره، یا به نظر میاد که آدم توقع نداره یه همچین اتفاقی بیفته. با این کلمات ما میتونیم این حالت رو بیان کنیم. مثلا میگه که although the sun was shining it wasn't very warm. یعنی اگرچه که با آفتاب داشت میتابید اما گرم نبود. although و یا even though رو میتونید به کار ببرید. even though یه مقدار فرمال تر هست اگر بخواید مثلا در موقعیت متفاوتی صحبت کنید از این میتونید استفاده کنید. we found the place quite easily. به راحتی اون مکانی که حالا دنبالش بودیم رو پیدا کردیم. although we didn't know where it was. اگرچه که نمیدونستیم کجاست. و یا even though we didn't know where it was. they went for a walk despite the fact that it was raining. میگه رفتن برای یک پیاده روی اگرچه که بارون هم داشت میبارید. despite the fact یعنی با این حقیقت، با این واقعیت روبرو شدن. حالا اینجوری میشه ترجمهش کرد ولی همون اگرچه ترجمه کنید راحت دارید. دقت کنید که این عبارت ها رو همینجوری که هستن یاد بگیرید. اینا رو با هم قاطی نکنید. مثلا اینجا نمیشته in spite of، نهید بکنید in spite of the fact. همینی که هست تغییر توی اینو ندید. despite having no money he still seemed very happy. با اینکه پولی نداره، پولی نداشت، اما به نظر خوشحال می اومد. همچنان خوشحال بود. despite با اینکه، با این به این وضعیت که حالا پول نداشت، از اون ور ولی خوشحال به نظر می رسید. they got there on time in spite of the delay. میگه سر وقت رسیدن با وجود این تأخیری که بود. مثلا فرض کنید قطار یه تأخیری داشته ولی باز اینا خلاصه آن تایم میرسن. in spite of با وجود این که تأخیر کرد اینا سر وقت رسیدن. in spite of all the problems با وجود همه مشکلات we still enjoyed the trip. ما از سفرمون لذت بردیم. در بخش language help میگه که we can use still to emphasize that we didn't expect something to happen or to be true or be true. still در واقع برای تأکید بیشتر. ببینید میگه we enjoyed the trip و یا we still enjoyed the trip. یعنی ما همچنان از سفرمون لذت بردیم. صرفا برای تأکیده. چیز خاصی به معنی اضافه نمیکنه. مثال میگه که he didn't do any work but he still passed the exam. یعنی این نباشه هم باز میشه گفت he passed the exam ولی still برای تأکید بیشتر. با اینکه درس نخوند، کاری نکرد، he didn't do any work، کار خاصی نکرد ولی همچنان امتحان رو قبول شد. the work is very hard، کار خیلی سخته، but he still enjoys it. اما او همچنان لذت میبره از اون. در بخش سوم however yet و though به تلفظ آخری دقت کنین. though اینا برای در واقع کانترست هستن. وقتی ایده اولیمون با ایده دومیمون متفاوته، اینا معمولا در تضاد با یکدیگر.
We can use however and yet when the second part of an idea is surprising after the first part. یه بخش دوم یه مقدار حالت سپرایز داره، حالت شوک داره، یک تضادی بین این دوتا هست. However is often used to link ideas in two separate sentences. دو تا جمله متفاوت داریم، برای دومی معمولا however رو میاریم. بخوایم تو جمله استفاده کنیم. Though can be used in a similar way in spoken English, but usually comes at the end of the sentence. میگه دو هم همون حالت رو داره، فقط معمولا آخر یه جمله میاد. Notice the use of comma here and the different positions of however. و یکی اینکه به کاما دقت کنید کجا میاد و اینکه however رو کجا میذاریم. بخونیم تو مثالا کاملا واضح. میگه I don't agree with a lot of his methods. میگه من با اکثر روش های اون مخالفم. However, he is a very good teacher. اما معلم بسیار خوبیه. We didn't particularly like the house. ما والا به خصوص از اون خونه خوشمون نیومد. The garden, however, was beautiful. Was wonderful. میگه اما باغش، در واقع حیاتش خیلی قشنگ بود، خیلی فوق‌العاده بود. می‌بینید however رو با چه انعطافی در جملات می‌تونه بیاره؟ It was warm and sunny when we were there. میگه گرم و آفتابی بود وقتی ما اونجا بودیم. Most of the time, however, it's quite cold. بیشتر وقتا اما جا سرده. It's کاملا سرد. اما جلوتر yet و though رو داریم. میگه we went in the autumn. در پاییز رفتیم. Yet it was still quite warm. اما همچنان گرم بود. It was still quite warm. همچنان اونجا گرم بود. حالت اما دارد. I didn't like the film much. خیلی از فیلم خوشم نیمد. I'm glad I went to see it though. اما راضیم از اینکه رفتم دیدمش. خوشحالم. Though در انتهای جمله میاریم. They told us the shop was next to the station. به ما گفتن که فروشگاه چسبیده به ایستگاهه. We never found it though. البته ما هیچ وقت پیداش نکردیم. یا اگرچه که ما هیچ وقت پیداش نکردیم. یا اما ما پیداش نکردیم. ببینی؟ به این حالت میاد. اینو در رایتینگتون نیارید هیچ وقت. همیشه در صحبت باشه. و بخش آخر میگه while and whereas. این دوتا We can use while and whereas to compare two different facts or situations. دو تا چیز رو میخوایم با هم مقایسه کنیم. میگه Alex is very quick to understand. آدم تیزیه، یعنی زود متوجه میشه. بچه زرنگی مثلا. Whereas یا while the others are quite slow. در حالی که بقیه کندن. بگیر نیستن به قول من. I get 20 pounds an hour. یعنی من ساعتی 20 دلار درآمد دارم. While Josh only gets 12 pounds. در حالی که Josh 12 پوند میگیره. The speed limit on this road is 80 kilometers per hour. محدودیت سرعت در این جاده 80 کیلومتر در ساعته. Whereas it's 130 kilometers per hour on the motorway. در حالی که 130 کیلومتر در اتوبانه. یعنی اتوبان اونجا محدودیت سرعت 130 کیلو. I was very keen on the film. من خیلی مشتاق فیلم بودم. Whereas Christoph didn't like it at all. در حالی که کریستوف اصلا خوشش نیومد. جملات کوچیک، در واقع کلمات بسیار کوچیک اما تأثیر بزرگی روی هم نحوه صحبت کردن شما و هم معنی حرفی که دارید میزنید دارن. حتما تمرین کنید، به خصوص اگر هدفتون از مطالعه این درس ها اینه که در نهایت آیلتس شرکت کنید. اینا بخش جدایی ناپذیری از آیلتس هستن. خودتون رو از الان آماده کنید تا وقتی رسیدیم به درس های آیلتس پیش زمینه خوب و قوی از این مورد داشته باشید. تمریناشو هم انجام بدید. احیانا اگر سوالی داشتید در کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بعدی.